مردم شریف و نجیب در هر گوشای گوشی از دنیا که حضور دارید، وقت شما بخیر باشد. از گزند ایام به دور باشید. بحث ما در این برنامه با جناب آقای حاطف مختار، پژوهشگر مسائل سیاسی و استراتژیک، طرح مسئله اپوزیسیون طالب است که بر محور تشکیل دولت در تبعید میچرخه. یک موضوع خوب، البته این چیزایی بود که از قبلا هم چیزایی مطرح میشد، اما حال سوالی است که برای فعلا این صدا چطور از یک جای خاص برآمد؟ طالب در صحنه است، خب این چه اتفاق افتاد؟ بدون از اینکه سوال ما طولانی بسازم، راست به این سوال به جناب عاطف مطرح میکنم که چی اتفاق افتاده که بحث تشکیل دولت در تبعید مطرح شده است؟ مامونی عزیز، بزرگوار و گرامی و دوست داشتنی، سلام به شما و سپاس از اینکه برای من دوباره فرصت دادین در پروگرام وزین خودتان، و همچنان سلام به ملت مسلمان مجاهد زجر کشیده و زده ستم کشیده افغانستان در گوشه و کنار از این گیتی که ما و شما زیست میکنیم. و چند نکته باید در رابطه به حکومت در تبعید پرداخت، و قبل از اینکه باید به حکومت در تبعید پرداخت، باید مشخص شود که آیا حکومت در تبعید را مردم افغانستان و یا کسانی که حکومت در تبعید را اعلان کردن برای مردم قابل قبول هست یا نیست. اینا که در زمان حکومت خود بودن آیا برای مردم کاری کردن که امروز حکومتی را در تبعید ایجاد، و از طرف دیگر حکومت در تبعید قبل از اینکه اعلان بکنن، قبل از این به دیگر خود تاختن و اعتراض های شدید بالا یک دیگر خود کردند. وضعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیک منطقه ما معتقد است و برزی مساعد نیست که حکومت در تبعید برای افرادی که امروز در بیرون از افغانستان میلیاردرهای افغانستان هستند و به میلیاردها دلار پول و ثروت افغانستان را با خود بردن، به زندگی قومی و سنتی و تبعیضات در افغانستان دامن زدند، در جنگ ها مبتلا بودند، در جنگ با طالب چند بار باختند و بالاخره افغانستان را ترک گفتند. فکر نکنم این حکومت تبعیض یا حکومت در تبعید به سایر مقصود برسند. افغان ها باید برای بدیل پشت ازی از نظر یعنی در عقب این سوژه چی جریان خارجی میتانه باشه؟ این خب بحث داخلی نیست. این سه سال بعد اینا را اجازه سخن گفتن، مصاحبه کردن نبود. 3 سال بعد برایشان گفته شده که ایوام یک دم از حکومت در تبعید. این باید از یک مرجع به اصطلاح گفته شده باشه که از حکومت در تبعید شروع شود. یعنی جنبه خارجی زیر چه رقم میبینید؟ من فکر میکنم کشورهای منطقه و استخبارات منطقه و هژمونی که جهان شاید کدام سیگنال سبز برای از یاد داده باشد، اما این که چقدر عملی است این سوال دیگری هست. ما آنچه که در روشنی منافع ملی افغانستان و مردم خود میبینیم این را باید روش فوکس بکنیم. چند سوال مطرح است، سوال های بسیار عمیق و دقیق است. سوال اولی است که چطور میتونه امکان داشته باشه کسانی که در افغانستان در حکومت بودن و حکومتی که میلیاردها دلار توسط ایالات متحده امریکا آمده بودن، هر کدامشان ثروت داشتن، افغانستان را ایالات متحده امریکا ترک گفت و طالبان را جایگزین جمهوری اسلامی ساخت و بالاخره این حکومت
از بین رفت. امروز وقتی که در بیرون از صحنه در بیرون اعلان میکنن که ما حکومت در تبعید اعلان میکنیم، به نظر من اگر چراغ سبز هم باشه، با مرور زمانی چراغ سبز به طرف خیره شدن میره، به خاطر اینکه اینا در میان مردم خود امو صلابت و محبوبیتی که هست آقای ماکو رو از دست دادن. بهترین گزینشی است، میخوایم مثال بدم، در تمام اقوام، اگه شما در قوم شریف تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره، ایماق، نورستانی، پشهی میبینید افراد بسیار بزرگ و شخصیت های بسیار بزرگ است که میتونن الترنتیو بر یک نظام در افغانستان باشه، و ما بدون از اینکه راه گفتگو و گفتمان و دایلاگ ملی را باز نکنیم چاره دیگری نداریم. هر نوع جنگ را اگر حکومت در تبعید دینا اعلان کردن، هر نوع جنگی که در افغانستان باشه به نفع افغان ها نیست، چی بر افغانستان اینا دادن. از طرف دیگر دیروز شما دیدین که خود مارشال دوستم، جنرال دوستم، هر چیزی که خطاب میکنن، خداوند به صحتشان بیفزاید و خداوند گناهانشان را معاف بفرماید. قتل هایی که کردن، امیدوار است امروز پیش ملت خود، مردم خود حاضر شوند و معذرت از ملت و مردم خود بخواهند. هر جنایتکاری که در هر گوشی افغانستان به هر آدرسی که نفرها و انسانها را و افغان را کشتن، باید پاسخ بدن. اونا خودشان با همکاران خود که در جبهه مقاومت همراهشان شریک هستن تاختن، گفت شما یک دره بودین، آمدین کل قدرت گرفتین. قبل از اینکه حکومت در تبعید تشکیل شوه، حکومت قبل از تشکیلش متلاشی شد. یعنی از امیالان اختلافات را شما در میان گفتگوهای رهبران گروه مقاومت میبینید. ما نظر ما چیزی دیگری است. اگر در یک دقیقه خلاص بود، من فهم میخوام برسانم ملت افغانستان و ملت افغانستانی که امروز به شکل غیر مستقیم در اسیر طالب هست، نه طالب نمایندگی از این ملت را میکنه و نه گروه هایی که در بیرون از افغانستان هست. اقوام افغانستان و ملت افغانستان میتونه بل الترنتیو و بدیل سوم کار بکنه. کی بدیل سوم باید ایجاد شد؟ مثال براتون میتونم، در افغانستان یک شاروال بود به اسم فضل کریم ایماق و یکی از شخصیت های بزرگ قوم ایماق است. من خودش برش ارادت دارم. امیال راپور بین المللی نشان میده که در کل کابل در زمانی که شاروال بود نیم جرب زمین نداره. پس اعتقاد ما بری است که در هر قوم نخبگان قوم را جمع کنن افغان ها و یک الترنتیو ملی و بین المللی را ایجاد بکنن که گفتمان یا گفتگو با طالب ها صورت بگیره. در این صورت میتونه ما افغانستان از بحران بیرون بکنه. موضوع دیگری که آنچه برای افغان ها مهم است، احزابی که در بیرون هست، اینا میتونن مثبت و مفید تمام شدن در آن صورتی که منافع شخصی خود را کنار بگذارن. میبینیم که یکی از افرادشان چندین ماه هست کوشش میکنه به ایالات متحده امریکا بره و در میدیا هم میگه ما میخیم به ایالات متحده امریکا بریم اگر به ما کمک کنه که ما نظام طالب از بین ببریم. یعنی استدلال به این است که نظام های ما رو باید امریکا و روس تبدیل بکنه. منظور همی است. من معتقد به این هستم که بیا بر از این کوشش بکنیم کشورهای متمدن جهان، کشورهای با صلابت، یک کم غرور انسانی و ملی اگر دارن، او کشورها در تعیین سرنوشتشان خودشان نقش داشته می باشن. خودشان کنار همه، خودشان صاحب و مالک و طراح یک استراتژی ملی خود می باشند، نه که اینا جزء استراتژیک و اهداف استراتژیک کشورهای هژمونیک منطقه میشن. پس چرا ما نمیتونیم راه گفتگو را بین خود باز بکنیم در صورت که ما بریم به ایالات متحده آمریکا بگیم که شما بفرمایید؟ اگر گیریم که ترامپ یک سخن میگه که ما طالب نمیمانیم، اینا خوشی از خوشی در لباس جا نمیکنه. اگر میگین که ما 53 میاریم، خب
این خونه شد منافع افغانستان. گیریم که ایالات متحده امریکا آمد حکومت را پس و دست شما داد، آیا شما صلابت و صلاحیت زیر دارید که حکومت در افغانستان بکنید؟ آیا شما توانستید حکومت در افغانستان بکنید؟ شما کسانی نبودید، شما کسانی نبودین که به جز کارت قومی، تبعیض قومی، تبعیض سمتی، تبعیض زبانی، تبعیض سمتی، دیگر چیزی در کیسه تان شما دارین؟ در کیسه تان به جز کارت قومی مامون عزیز اینا چی دارن؟ آیا اما منافعی که در نظر میگیرید؟ ما عقیده ما ایست که کارت قومی را ندارن، به دلیل از اینکه همین کارت قومی را داشتن بسیار یک مسئولیت کلان داره. قطعا کارت قومی چی؟ ما چه کنم کارت قومی باشه؟ قوم الابتی در دان گرگ خودت بگریز و روزی که ضرورت شوه پس سر قوم صدا کو، باز بعد از او قوم فراموش خاک بسر. کارت قومی کس نداره. اینجا شما اشاره کردین که امریکا مثلا الترناتیف، طالب الترناتیف داره یا نداره؟ یعنی بالاخره الترناتیف طالب از نظر امریکا یک چیز است، از نظر اپوزیسیون یک چیز است، از نظر مردم افغانستان که در میدان مانده یک چیز دیگه است. یعنی بالاخره تعریف مثلی که در گذشته خود طالب به عنوان دشمن تعریف نمیشد، حال الترناتیفش هم معلوم نیست. هر کس میگه الترناتیف ما هستیم، در صورتی که الترناتیف هم اینا قبلا بودن اونجا. یعنی می حکومت بود 20 سال حکومت شد، بعد از اون دیگه چی الترناتیف؟ بحث اصلی است که چیزی که در افغانستان میگذره قبل از اینکه کاملا معضل داخلی باشه، معضل منطقه‌ای و بین‌المللی است. حال ما خو اینمی تاریخ افغانستان که میبینیم بیشتر طراحی های حکومت، ساختارهای سیاسی که با وجود میه از بیرون میه، حد اکثر از بیرون آمده. یعنی حکومت ها درون شکل نگرفته به شکل طبیعی. به این ترتیب آلی هم که ارکستر شورای انقره ساز حکومت در تبیده میزنه، یک بحث بین المللی است که تازه ممکن است آغاز شود. این در حقیقت کدام قدرت ها مثلا دوباره می خواهند که طالب عوض بکنن یا کس دیگه را جایش بیارن؟ یا اساسا امریکا که با طالب پیمان دوحه را امضا کرده زیر قول خود میزنه که پس اینا را بیاره؟ اینطور نیست، شاید یک چیز دیگه باشه، پروژه دیگه. هر پروژه که به اسم حکومت در تبعید باشه ضد منافع ملی افغانستان است. هر پروژه که باشه، اگر این پروژه را طراحش ایالات متحده امریکا میتونه که طراح نظام جمهوری بود، آیا نظام جمهوری در افغانستان چرخید؟ اگر گیریم در این استخبارات منطقه و کشورهایی که در افغانستان نفوذ دارند و سالها سرمایه گذاری کردن، شخصیت های بزرگ را خریدن و شخصیت های بزرگ را سرمایه دادن، پول دادن، اونا هم در کنارش باشن، حکومت در تبعید نقش بر آب خواهد. یک دلایلش هم میگم در رابطه با الترنتیو و طالب اپوزیشن نداره. طالب یک تازه میدان است، کدام اپوزیشن، کدام اپوزیشن، کدام گروه مخالفن؟ امونایی که امروز میگه که ما اپوزیشن هستیم، امونا در میان خود صادق نیست. امونا در مدت 3 سال نتانستن یک جبهه ملی را ایجاد بکنن که در او جبهه ملی منافع ملی افغانستان را در نظر بگیرن، نگرفتن. زمانی که ما میگیم کارت قومی، به این معنا نیست که اونا از قوم خود ازاد، از قوم خود نمایندگی میکنم، مگر به بهانه امی که کارت قومی دارم، من از قوم خود دفاع میکنم، از زبان خود دفاع میکنم، من باید در حکومت باشم. من میگم که حکومت ملی حکومت قومی هم نیست، حکومت ملی حکومت کوپراتیفی هم نیست که هر کس باید یک سهمیه داشته باشه. در وزارت خارجه چند نفر از من باشه، در وزارت داخله از من چند نفر باشه، نه خیر، حکومت ملی حکومت است که ما افغان ها من المجموع سر منافع ملی خود به توافق برسیم و در روشنی منافع ملی افغانستان هر فرد افغان حافظ احساس سبیل که مالکیت در زندگی یک آرزو است، هیچ وقت چنین اتفاق نیفتاده.
بله، من ببینین آرزو هست، اما اگر ما غیر از منافع ملی خود و بدون از ای که یک دیگر خود را نپذیریم، بدون از ای که افغان ها خودش برای خود الترنتیو و بدیل پیدا نکنه، هر بدیلی که ایالات متحده امریکا و قوت های استخباراتی منطقه دیگه در دنبالش باشد، در برای افغانستان کارآمد نخواهد بود. امروز عصر امروز با عصر دیروز تغییر کرده. امروز اصل کمیونیکیشن و اصل انفورمیشن و اصل تکنولوژی است. در عکس در عصر تکنولوژی کشورها، افغانستان هیچ چیزی مگر نداشته باشه، جغرافی بسیار سوپلجشی داره و این جغرافیش میتونه امنیت این طرف هم خراب بکنه، برای غرب هم تهدید باشه، برای آسیای میانه هم تهدید باشه. طبعا کشورها نیم نگاهی در رابطه با افغانستان باید داشته باشه، اما این ما هستیم من حیث یک ملت که نتانستیم یک الترنتیو و بدیل ملی را در مقابل طالب ایجاد بکنیم. گروه هایی که در بیرون است نه الترنتیو بودن نه الترنتیو میتونن، نه میتونن که منافع و از منافع شخصی خود نمیگذرن. دیروز هم بحثشان بحثی بود که یک دیگر خود با یک دیگر خود می تاختن، یک دیگر می یک حکومت در تبعید صحبت می کرد، دیگش می بکش خب شما در یک دره بودین، تمام قدرت و ثروت گرفتین، از حال در حکومت در تبعید که هنوز جور نشده، در خواب است و در رویا است و مقاول انگلیس ها در لالالند است، سر زود با یک دیگر خود به توافق نرسیدن. ما در اینجا نکته که داریم آنجا که برای من مهم است و برای ملت و مردم افغانستان مهم است، اکادر علمی افغانستان، اکادر سیاسی افغانستان، آن که در افغانستان به چور و چپاول و غصب و کشتن و بستن ملت افغانستان دست ندارن، اونا باید راه سوم را ایجاد بکنه که این راه سوم هم بر ضد طالب و نظام استبدادی طالب باشه و هم بر ضد چپاولگران و غارتگران دیروز که سرزمین خود را، ملت خود را، تاریخ خود را با هر کسی معامله کنه. خب اگر با این روس کش هستن یک خط جمله سیوم متکلم میکنم، ناممکن است، یعنی از نظر عملی قطعا ممکن است، قطعا ها با گرامی و عزیز قطعا ممکن است. ما در ناممکنات ممکن را ایجاد میتونیم بکنیم. اگر ما امروز به می دنبال از این مردم حرکت نکنیم، صدایش نشنویم، جنایت از این را برملا بکنیم، کسایی که چور کردن، چپاول کردن، غدر کردن، انسان را کشتن، با روس ها معامله کردن، با امریکا معامله کردن، با انگلیس ها معامله کردن، با پاکستانی ها معامله کردن، با ایرانی ها معامله کردن، با هر ذلیل و زبون عزت و شرف با این خود را و طرف صلاح خود را تاریخ بیدن. افغانستان تاریخ معامله است، به این خاطر ما یعنی میگیم کل تاریخ افغانستان معامله است، افغانستان بدون معامله وجود ندارد. ما براتون میگم هیچ کشور در منطقه نیست که در سر از معامله صورت نگرفته باشه. تاجیکستان، در تاجیکستان هم روسا معامله است، در ازبکستان هم، در ترکمنستان هم، در قزاقستان هم، ایران هم، پاکستان هم توسط یک معامله انگلیس به میان آمد، کشور هندوستان یک طرف جدا شد، بنگلادش چیز دیگر است، پاکستان هم توسط یک معامله آمد. اما امروز وضعیت استراتژیک منطقه و فرامنطقه تغییر کرده. امروز منافع با هم صحبت، ما چطور میتونیم منافع خود را با غرب و منافع خود را با کشورهای منطقه گره بکنیم؟ ما در آن صورت میتونیم که منافع افغانستان را برش تعریف داشته باشیم. منافع افغانستان در وجود همی افرادی که در بیرون از خلاصه نمیشن، اینا نه تنها که برای منافع افغانستان چیزی ندارن، اینا برای خود و برای ملت خود هم چیزی ندارن. بگید حکومت در تبعید درست میکنین، شما کسانی نبودین که در جنگ های داخلی به سر یکی دیگرتان زدین، اونجا حکومت پیش شما بود، صلاحیت پیش شما بود، قدرت پیش شما بود، طالب هم حضور نداشت. به این صورت آنچه که ما در رابطه به مسائل خط فکری اسلامی و ملی میگیم و ایجاد میشه. مطمئن باشه نسل جوان امروز و اکادری این علمی امروز در افغانستان دیگر نه به سر نظام استبدادی و یک تازی و قومی و استبدادی طالب باور دارن و نه به چپاولگران و غارتگران و معاملگران دیروز. ما بدون از این چاره دیگر نداریم. ببینین یکی از منافع بند منافع ملی یک کشوری است که شما جنگ را در جغرافی خود نداشته باشید. بلا در پس در جنگ از جغرافی ما جنگ نباشه. اگر
روشنفکرانی که امروز در اروپا است بیان سر از این کار بکنن، یا در ترکیه هستن یا در امارات هستن یا در جای دیگه هستن، زندگی اشراف سالاری و استروکراسی دارن، از اونا خواهش میکنیم که بیاین شما یک دایلاگ ملی را باز بکنیم، به جای از اینکه یک حکومت را در تبعید باز میکنیم. حکومت را در تبعید می مسائل و امکانات را که بر شما دادن گیریم که حکومت در تبعید را شما در تبعید را ایجاد کردنی حکومتتان در افغانستان قابل چرخش خواهد بود که قطعا نه. امروز روز فرا رسیده، ما یک بار دیگر ما سر از دیشب تا بال ما سر این حکومت در تبعید ما مطالعه داشتم، از جنگ جهانی دوم که امیر ما عبوری مطالعه کردیم تا به حکومت های عبوری مجاهدین افغانستان و تا به دوران امان الله خان. من میگم اگر کسی امروز به احمد شاه مسعود اهانت میکنه، اهانت بر افغانستان و به ملت افغانستان میکنه. اگر کسی امروز اگر امریکا یعنی این صدا خو به جهت بالا نشده، چرا امونا در ترکیه هستن بدون اجازه این صحبت کردن نمیتونن؟ یه هم بسیار گپ کلان کشیدن. اگر امریکا، انگلیس، ترکیه، جمع پاکستان امی تصمیم گرفته باشن به یک شکلی، خو شاید این عملی نشه، اجرایی نیست، اما این به عنوان یک وسیله فشار بر طالب است و وسیله فشار به خاطر آوردن یک گروه مسلح جدید است که بس طالب به چالش بکشد. یعنی اگر چنین باشد، یعنی شما فکر نمی کنید که حوادث واقعی پیش خواهد آمد؟ چنین دو موضوع را باید اینجا در نظر گرفت. کشورهای منطقه و خصوصا طالب ها هوشیارتر از مخالفین خود هستند. این باید بپذیریم. طالبات تا نیستند با ایران رابط استراتژیک داشته باشند و رابط استراتژیک فکری ایجاد بکنند که در این نقطه طالب ها ایران، سوریه، عراق و لبنان یک خط فکری علیه صهیونیسم جهانی به اصطلاح خودشان داشته باشند. به این صورت ایران در کنار طالب ها خواهد ایستاد. و از طرف دیگر کشورهای منطقه ازبکستان و ترکمنستان هم در کنار طالبا ایستاده است و روسا هم از موقف طالبا در بعض موارد دفاع کرده و روسا را طالبا هم قناعت داده که ما امریکا را و حضور فیزیکی امریکا را در جغرافی خود اجازه نمیتیم، با چینایا هم در توافق رسیدن. یک موضوع قضیه است که یک بحث بسیار دقیق میخواید. موضوع دوم است گیریم اگر پاکستان و امریکا به یک حکومت در تبعید روبروش باشن و این در الترنتیو برای طالب بکنن، ما از روشن فکران افغانستان میخواهیم که آیا برای شما باید دیگران نقش قدم و تعیین سرنوشت بسازن یا شما از خود صلاحیت دارید؟ چرا به گفتگوی ملی اگر طالب به گفتمان ملی حاضر نیست شما طالب را وادار بسازید، مظاهره بکنین، تظاهرات بکنین، در نفوذی که در افغانستان دارین در قریه و کوچه ها بلند شوین بگو ما مظلوم هستیم، اما اجازه نتین که حکومتتان را دیگران براتان تعیین بکنن. دیگران براتان حکومت ساختن، پول براتان دادن، حکومت براتان دادن، طیاره براتان دادن، هلیکوپتر براتان دادن، درجات براتان دادن، چی شد؟ با شما ماند؟ شما یک شبه از افغانستان فرار نکردین. امروزی که فرار میکردین باور کنین مردم پولهای بوجی های دلار میگذن در ایرتان میدازن. من از مزار شریف هستم، ایرتان را دیدیم. یک بچه کاکای من برای من زنگ زد در مورو زدم چی میکنی؟ گفتم میرم ایرتان. ایرتان چی میکنی؟ میگم بچه کاکای من میگه یک بوجی دلار آورد. تو چطوری دلار آورد؟ گفتم اینجا مردم کل دلار را اعلام میده فرار میکن. حتی موترایشان با تیل و اون حکومت ازبکستان بهشان گفت که بدون محدود چند نفرتان دیگه کسی را با اجازه نمید. آیا شرم میاد؟ یک چیزی کفایت میکنه؟ یک چیزی باید پیش انسان باشه. به این خاطر ما میگیم که به دیگران تکیه نکنین. افغان های گرامی، ما به جنرال دوست و استاد عطا با کریم خلیلی و با دیگر شخصیت های بزرگ با قانونی صاحب میگیم که برادر شما گفتمان، گفتگو و دایلاگ بین الافغانی را ایجاد بکنه، نسل افغانستان را
از موقف و منافع افغانستان صحبت بکنیم، آنچه که طرح دیگر است. اگر گیریم حکومت در تبید، نقش در کیست؟ نقش بر افغان هاست؟ طالب شما را میبنید در حکومت بیشتر تبید؟ سفارش همکاران خارجی است. پس آن هر آنچی ما از لحاظ علم استراتژیک دو نکته را باید به جوانان خود اینجا بگم. هر آنچی که دیگران برای شما نقصه داد، نقصه شما نیست، شما در اونجا ناکام میشید. ببینید یک مثال کوچک براتون بگم. همین یک موبایل است، همین یک موبایل است. در این موبایل یک اپلیکیشن اپل انداخته، تلفن اپل، تلفن اپل. در این اپلیکیشن صاحب اپل می امرای خودت میخوای یک گیم اپلی کند، تو بازنده هستی به خاطر که اون مالک از تلفن است، پر اون پروگرامر است، او جور کرده این پروگرامه. چرا نمیفهمین که حکومت هایی که دیگرها برای ما دیسان کردن حکومت های موقتی است، ما جز استراتژیک اهداف استراتژیک دیگرها هستیم. افغانان عزیز، روشن فکران عزیز، برادران عزیز، بیاین که ما و شما به سر یک استراتژی افغانی کار بکنیم. اگر در تاریخ ما معامله صورت گرفته، خب صورت گرفته، ما تاریخ خود تغییر داده نمیتونه، نه تاریخ با امید تاریخ بود. ولی امروز در نصر در عصر تکنولوژی، جغرافیا داریم، زمین داریم، کرد داریم، آب داریم، هوا داریم، مردم داریم، ملت زده هستیم، با بسیار مردم ها جنگ کردیم، ملت برغرور هستیم. برای من بسیار شرم است که پاکستان برای من تعیین سرنوشت بکنه. و پاکستان چرا برای من میتونه تعیین سرنوشت بکنه؟ به خاطر ای که در میان من نفوذ داره، در میان ما کار کرده، در میان ما اجنت و غلام و برده و اسیر و جاسوس تربیه کرده، همینطور کشورهای دیگری. یک وقت با جنرال صاحب ملک صحبت داشتم، به من گفت دکتر صاحب مختار بر تو یک مشوره میده. گفتم بود جنرال صاحب؟ گفتم این نام کشورها را نگیر. گفتم چرا؟ گفت خب ما بد مصلحت ندانم امیر نکید. اون گپش بسیار عالمانه بود. و وقتی که ما در احساسات میایم، امی نمیشه فکت های علمی شما پنهان بسازه. از جایی که من 20 دفعه وایران شده بود، از جایی که من امروز در کتاب هایشان میخوانم که در کتاب های استراتژیشان نیست که کابل سوخته باید ما داشته باشیم. الله اکبر. اگر امروز طالب میگیم، اگر امروز طالب میگیم طالب به کشتن ما و بستن ما دستای خود رو بالا کرد و هر کس میگیره بکشین، اگر به طالب میگیم که درب پوهنتون و دانشگاه ها را بر روی دختران افغانستان باز کنین، اگر باز نکنین این استراتژی دشمنان افغانستان از روی پروژه را شما تطبیق میکنین، به شکل شعوری و غیر شعوریش ما را میگه دشمن. ما میگیم هر کسی که ضد تعلیم افغانستان، ضد تدریس و مدرسه و مکتب و پوهنتون دخترها باشه، دشمن افغانستان است. و هر کسی که دیروز هم در افغانستان به نام دموکراسی، به نام آزادی بیان، به نام صد واژه غربی در افغانستان آورده بودن که ما اینجا حکومت می سازیم، آیا اونا نمایندگی از افغانستان تا نیستن؟ به این خاطر مامون گرامی، وقتی که ما در رابطه به موضوع سوم یا خط فکری سوم میگیم، خط فکری سوم حتما قطعا ایجاد میشه و در حالت ایجاد است و شما مطمئن باشید که هزارها کادر افغانستان در خط سوم کنار هم خواهد آمدن. ما از روشن فکرها، از کسانی که پول دارن، چپاول کردن، دزدی کردن، هتل درست کردن، رستوران درست کردن، برای خود زندگی اشراف سالاری درست کردن، میگیم منافع ملتتان را در نظر بگیرید، به حال از این ملت رحم بکنین. بس از دیگه زندگی حال شما هم در سن کهولت رسیدین، شما در سن رسیدین که دیگه توبه بکنین، دیگه برین برای خدایتان بگوین که ما دیگه از کشتن انسان ها پرهیز میکنیم. اگر در رابطه با کشتن باش، خود طالبم انسان ها را کشتن، جبهاتی که مخالفین از اینا هم انسان ها را کشتن. راه حل بدون از این که ما بر یک مکانیزم ملی، بر یک خط سوم فکری کار نکنیم، نه طالب کارآمد خواهد بود در دراز مدت و نه افرادی که در بیرون از افغانستان و این حالی یک چیز است که ببینیم که جهان سر کی سرمایه گذاری میکنه. جهان معمولا سر امی چهره ها سرمایه گذاری میکنه که با امینا رابطه داره، با اینا تفاهم دارن، با اینا
همکاری کردن، اینا با اونا کار کردن، حالی هم در خارج هم که رفتن جهان تکیش بالای امیناست. یکی از سخنگویانشان امروز میگفت که غیر از این شخصیت ها و سیاسیون که در خارج هستند، دیگه چی کسی از افغانستان نمایندگی میتونه؟ یعنی کدام جریان دیگه، یک مجمع دیگه، یک آدرس دیگه وجود نداره. پس همینا هستن. و می خاطر است که از وقتی که این مسائل چی شده، انتخابات امریکا هم از کلگیر فعال کردن، کسایی که سابق در حقوق بشر کار میکردن، سابق در ادارات دولتی بودن، اونا را کلشان یک یک سرشان از تلویزیون ها بلند میشه. اینا هم با در کمال ساده لوحی، در کمال ساده لوحی فکر میکنن که این پس دوباره شروع شد، این ما دوباره امو جمهوری ساقط شده را دوباره به یک شکل دیگه، یا جرگه میشه، یا بن دوم میشه، یا بن سوم، دوباره این همین ماستیم. کوشش میکنن یکی دیگه خود رکلام کرده میرن که ما فراموش نشیم اونمو داستان قدیمی. به این ترتیب ما میبینیم که در کل کشور محتاج تصمیم گیری سیاسی است. اصلا مردم به این گپای نقش نداره، مردم هیچ خبر نداره، مردم از اینا سر از اینا هیچ کدام اعتمادی ندارن. کدام طالب زده روان هستن، از طالب هم بیزار هستن، مقصد گزاره میکنه اگه طالب کتیش کار نگیره، این هم که طالب کار نداره خلاص میگه. اما همه میگه که کسایی که دیروز بودن اونا دوباره در افغانستان خدا هرگز نبیاریشان. این تیم گپ مردم است. به این ترتیب ما میبینیم که بازان بنبست از جهان کدام تصمیم گرفته ای که ای طرح ها را پیش میکنه، حتما جبهه جنگ اینها میارن. بر اولین بار است که مارشال از نام ازبک و ترک تبارا چی کرد؟ هیچ وقت همیگه پنه میکرد، از همین نام قوم برآمد و رفع یک آدرس دیگر از ذات تیزه کده. دیدیم دو موضوع را اگر به شکل عمیق و دقیق ببینیم، کشورها و ایالات متحده امریکا یا روسیه قطعا مطمئن باشیم به سر اینا سرمایه گذاری نمیکنند، به خاطر که اینا همونطوری که در فروختن وطن خود دست بالای داشتن و با هر کس معامله کردن و ضد منافع ملی ایالات متحده امریکا هم نیستگاه کرد. یک موضوع دوم ای است که آنچه که ما مطالبه داریم، وقتی که اینا در تلویزیون میگه که ما دیگه نمایندگی نداریم بدون از این مردم، فهمیم یک گپ بسیار اشتباه هست. این یک ملت هست، این ملت نمیتونه در میان این ملت اکادر و بزرگهای بسیار بزرگ از اینها بیشتر باشه، اونا خط سوم را ایجاد بکن، نمیره کی گفت. امی موضوع به نظر شما احمقانه نیست که یک کسی یک دفعه خانی تمچوب کرده باشه، به نام قوم جنگم کرده باشه، پولم برده باشه و بورژه های پولم در کشورهای مختلف، بانک های جهانی امروز اعلان میکنه که فلان فلانی قدر میلیارد داره و قدر میلیون داره، همه حسابش بیخی آدم نمیتونه. فکر میکنی که ملت بر از او استقبال میکنه، از اونا تایید میکنه، از اونا تاکید میکنه برد طالب در چی است؟ آیش نوی طالب برش میگه خب ما آمدیم، این امریکا آمده بود، ما میدان گرفتیم و اونا با شما رقم کرد، ما با شما آزاد ماندیم، این رقم میکنیم بقید اسلام سرطان تطبیق میکنیم. طالب امروز در مقابل از او برنده نیستن، به خاطر از یاسن که تاریخ از یام سیاه هست، تاریخ طالب هم سیاه هست. آنچه که اگر اینا به اینا اعتقاد دارن که خط سوم ایجاد نوش، خط سوم ملت افغانستان است و اکثریت ملت افغانستان است، اکثریت خاموش افغانستان است. ما معتقد و باورمند هستیم که خط سوم و خط سوم فکری ملت افغانستان که منافع ملی افغانستان در اولویت کارایشان باشد، او در حالت ایجاد شدن است که ما یکی از اعضای اون خط فکری سوم قاهم بود. به ایالات متحده امریکا، به ایالات متحده امریکا، ما خود ما یک ایمیل تقریبا 10 صفحه به ایالات متحده امریکا در رابطه با این مردم روان کرد و پاس و برشان گفتم که اینا نمایندگی از ملت نمی کنن. ما اگر منافع ملی افغانستان را در نظر می گیریم، منافع امنیت جهانی را نیز در نظر می گیریم. ما نمی خواهیم افغانستان کشور
درگیر در داخل استخبارات منطقه باشه. یعنی در زمان جمهوریت حتی استخبارات اسرائیل هم در کابل وجود داشت. هر کشوری را که میدید استخباراتش در کابل دفتر داشت. هر نفر، هر وزیری که میدیدید با یکی سفارت شو میرفت چای میخورد یا نان میخورد، در بریفینگش اشتراک میکرد. یعنی چی معنا داره؟ شما هر وزیرتان یک نفر با ما یک ورق سفر در کابل یافتم کس به ما آورد، در می کتاب نشر میکنم. در او رئیس جمهور افغانستان به سفیر ایالات متحده امریکا نوشته کرده که اگر لازم است که ما به جای اینی سفیر ای سفیری را مقرر کنم. یعنی کی گفت؟ معنیش کرزای یا غنی؟ غنی، یعنی معنیش چی است؟ معنیش چی است که وزیرت هم امریکا تعیین میکرد، مشاورت هم امریکا تعیین میکرد، والیت هم طبعا امریکا طبعا. تعیین میکرد. پس شما من حیث یک ملت خود ارادیت داشتید، آزاد بودید، مستقل بودید، با دلارهای امریکایی یکی دیگه تا را نمی کشتن. با دلارهای امریکایی به خاطر غصب زمین مردم طرح و پروژه درست نمی کردن. نه تنها تمام اقوام در چوری افغانستان دست داشتن، تمام اقوام. کرز غنی که بود، هر چیزی که بود، غنی هم یک قوم پرست، غنی هم به قومیت خود باور داشت، نه به منافع ملی افغانستان. منافع ملی افغانستان کسانی میتونه تشریح بکنه که از قوم و عصب و منطقه و زبان خود بیرون شود، همین جغرافی خود را خانه خود بدانه. اوزبک، ترکمن، تاجک، هزاره، ایماق، نورستانی، پشهیر برادر خود بدانه. او میتونه منافع ملی افغانستان را تعیین بکنه. کسانی که از اینجا در زمان فرار خود، در زمان فرار خود، امروز اگر این جمهور میگه که تو شما چرا فرار کردین، میگه ما آخرین فرد بودم که فرار کرد، اول بسم الله و غضب الله از ما پیش سر فرار کردم. اگر بسم الله خان میگه نی برادر، این جمهور فرار کرده بود، شورای امنیت فرار کرده، ما فرار، ما بعدا بیرون شدیم. اگر از آقای اتمر کرسان میگه، آقای اتمر بود بسیار یک مرتجی کلان است، او باز به شکل دیگهش مطرح میکنه، میگه نی برادر، یا از همه پیش فرار کردم، من در آخر ماندم، پاسپورت رئیس جمهورم پیش من است. یعنی پاسپورت رئیس جمهورم به من، رئیس جمهور بدون پاسپورت فرار کرد. بلیاز قرآن، چطور ملت افغانستان میتونه با همی افراد بیای کنار؟ ما یک بار دیگر قطعا از ملت افغانستان و مردم افغانستان و جامعه جهانی میخواهیم که با کسانی و سر کسان سرمایه گذاری نکنین که در فروختن سرزمین خود دست داشت. هر آن که سرزمین خود را، مادر خود را، مادر سرزمین، حیثیت مادر را در او را در فروشش با شما کمک کرد، اونا شما را نیز میفروشند. بنابراین خط سوم و خط فکری سوم حتمی و قطعی است. حکومت در تبعید، مامون گرامی، یعنی اگر همی حساب بالای زنا از طرف امریکا و کشورهای ناتو و کشورهای پاکستان و ترکیه دوباره باز شود، یعنی ما چی کرده میدانیم؟ یکی از رئیسای استخبارات زمان غنی یا کرزی به نام نبیل است. او دوید به این دروازه خود بزن، به او دروازه خود بزن، این طور بکن، به آسمان برو، به پایین برو، که از لحاظ علمی یک بیسواد مطلق است. یعنی او چی میگه؟ نویل میگن او چی میگه؟ سم مقصد من بخواهم، خب مقصد میگه او چی خب اینه میگه؟ به او خاطر میگه گفتم که من نویل میشناسیم، او یک آدم من بالا و من یک من اپراتیست من بسیار نظر برجسته. من نظر خود بگم، نظر خود بگم، او چی میگه؟ میگه برادر، ما نظام در افغانستان میخوایم که جدایی دین از سیاست باشه، این اتاتورک افغانستان. او برادر، تو برو در قریه خود دوردک بگو که من جدایی اسلام از سیاست میدانم، که این قدر بزنید که رای تو دور کنید. این افغانستان است، ای برادر، استانبول نیست. شما از کدام جهت سیاسی میگن که ما باید و جدایی سیاست را از دین بسازیم؟ این طرح برات کی داد؟ دوم، شما نبیل را مشناسید؟ در رابطه با نبیل ما تمام
تمام این مصاحبه های عزیز میبینیم، اما فکت علمی کتاب ها ارائه کده کدام است؟ بفرمایید یکیش را بکنید. خب نبیل یک چهره است، یک چهره اثرگذار است به عنوان یک حلقه چهره وسط بین اثرگذار، چهره سیاسیون. اثرگذار، چهره البته اثرگذار یک چیز است اسلام که همه بحث نبیل صاحب میبانیم به خاطر از او خودش باشه بخاطر نباید گفته یعنی، شود، اما ما باید چیزی که گفته. ما بر شما میگم است من که یک لحظه مامون گرامی، یک لحظه، یک لحظه، یک لحظه. چیره اثرگذار موسولینی و هیتلر هم هزاران نفر کشت. میتونم این حیث یک فاکتور او را برای انسانیت ملاک قرار داد. یک کسی که بر علیه دین یک کشور، بر علیه آیین یک کشور یک پروپوزال پیش میکنه که او پروپوزال جدای دین از سیاست از امی در افغانستان در امی شرایط فیلیش خود بامی ای البته جامعه جدایی دین بامی از سیاست جامعه یک دیدگاه بامی جامعه سیاسی محافظه‌کار است، اتفاق داره. یک دیدگاه نه برای سیاسی اینکه است. شما ترم سیاسی را زمان استفاده میتونید، شما ترم سیاسی را زمان استفاده میتونید، زمانی که شما در روشنی افکار عمومی و باورها و اعتقادهای مردمتان سیاستتان را تعیین میکنید. به خاطر آیا از اینکه مردم سیاسیونی افغانستان که متکی بودند سکولر جریانات اسلامگرایی در طول 50 سال اخیر اینا تجربه نداد، یعنی تجربه مثبت در عرصه حکومتداری، ایجاد یک سیستم، یک ساختار پایدار سیاسی که همه را در حول یک آجندای ملی جذب بکنه، تنظیم بکنه، نشد. یعنی منظور از اونا که این مسئله را پیشنهاد میکنن نیست که این تجربه مثل تجربه حزب دموکراتیک خلقی این نتیجه نداد، این مثل که تجربه طالب آله نتیجه نمیده و فاجعه انجام میده. بنان یک طرح سیاسی است که به عنوان یک بس مانیفست سیاسی میخوان تنظیم بکنه که دین، امورات دین از امورات حکومتداری باید جدا باشه. یعنی کجای از این به نظر شما، خب ای که عملی است یا غیر عملی است به کنار، اما سر شما چطور بد خورده؟ ما معتقد هستم که عقیده سیکولاریزم و یا سیکولاریزم فلسفی و علمی و اکادمیک و سیکولاریزم سیاسی که چهار بحث در عمومی سیکولاریزم هست، ایرم کس بدنش داده گفه، در افغانستان عملی نیست. نه تنها عملی نیست، بلکه به ضد منافع ملی و ضد تاریخ و ضد باورهای ماست. یک بحث قوی است. اگر باز یک روز خواستید من در رابطه به جدایی دین از سیاست حرف میزنم، اسلام دین سیاسی است. اسلام در محاکم ما وجود دارد، اسلام در شاعر ما وجود دارد، اسلام در باورهای ما وجود دارد. بناهن ما نمیتونیم آنچه که نظام های پاپست و پاپ و یهود و نصارا در اروپا کردن، در اروپا به خاطر که مردم از مسیحیت به سطوح آمده بودند، یکی موضوع دین مقدس اسلام است، یکی موضوع مسلمان است. یک بحث بسیار قوی است که این بحث از آقایی که مطرح کردم سویش بلند است. بر صورت من یک دو نقطه را در رابطه با حکومت در تبعید عرض دارم آقای مامون گرامی. اول، ایالات متحده امریکا، میخوام در امی پروگرام شما در حافظه تاریخی ثبت شود. ایالات متحده امریکا اگر به سر حکومت در تبعید سرمایه گذاری میکنه، خیانت بر افغانستان اموتو خیانت خواد بود مثل که در سال 2001 افغانستان را اشغال کرد. دومی است که کسانی که در رأس حکومت در تبعید قرار دارند از منافع ملی خبر ندارند و برخلاف منافع ملی جز پروژه های استخباراتی منطقه و فرامنطقه خواهد بود. موضوع سومین از بهترین گزینش دایلاگ عمومی است، دایلاگ ملی است، گفتمان ملی است، تفاهم ملی است که طالب بدون از اینکه به تعامل و تفاهم سر پایین نکنه، راه سوم دیگر طالب بر خود نداره. علت چیست که هیچ کشور طالب را به رسمیت نخواهد شناخت تا زمانی که طالب مشروعیت خود از ملت خود و از مردم افغانستان نگیره؟ بله، یعنی طالب پدیده ای است که مشروعیت خود
بگیره از داخل و از خارج به اثر سازش هایی که میکنه، یعنی اثبات موقعیت بکنه، یعنی این چانس داره. طالب هر پدیده که هست، مگر طالب واقعیت افغانستان است و از واقعیت افغانستان با واقعیت باید صحبت کرد. اگر گیریم با طالب جنگ میکنیم و برای 20 سال دیگه جنگ میکنیم، بعدم چندین ولایت رو ویران میکنیم، خودتر بدر یک دیگه خود میسازیم، اینجا در کانتکس افغانستان، افغانستان باید مهم باشه. در کانتکست افغانستان یا در متن افغانستان باید ما افغانستان را مورد احترام خود قرار بدیم و افغانستان، افغانستان بدون حضور تمام اقوام حکومت مشروع شده نمیتونه. تا حضور تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها و ایماق ها و پشه ها و نورستانی ها و عرب ها و سادات ها و اقوام دیگر در افغانستان وجود نداشته باشه، حکومت طالب مشروعیت ندارد. هیچ حکومتی بدون اقوام دیگر در افغانستان مشروعیت گرفته نمیتونه. مثلا من از شمال است، من خودم از شمال است، من بچه شمال است، من در مزار شریف پیدا شد. من من حیث یک افغان مسلمان، من افغان هستم، مسلمان هستم و پشتون هستم، بدون حضور برادر تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاریم، هر نه حکومت را در افغانستان منفور میدانم و خیانت به تاریخ افغانستان. طالب باعث تجزیه افغانستان میتونه شد. طالب باعث هر بدبختی در افغانستان میشه. زمانی که طالب، تا زمانی که طالب تن به تفاهم ملی و اجماع ملی سر نمانه، طالب هیچ نوع مشروعیت را از هیچ کس حاصل نخواهد کرد. شما دیدین که ایالات متحده امریکا هم اعلان میکنه که ما بر طالب موقفش رو درست کردیم و طالب باید به مو معایده قطر یا دوحه هست هر مصیبتی که از برگرده. در اون معایده برجسته ترین نقطه است که ما یک حکومت اجماعی ملی که در اون تمام اقوام باشه، که خواهد تناس پشتون هست، غیر منطقی است. به این صورت مگر آنچه که مخالفین طالب داره و اونا از امی آدرس برای خود در تلویزیون ها و در مجامع بین المللی میرن تبلیغ میکنن و پول پیدا میکنن، تمام تلویزیون ها را گرفتن، یکی به دیگهش فوتبال میکنن، از اونا میخواهیم که به منافع مملکتتان برگردید و منافع مملکت ما در یک یعنی گفتگو طالب، من. با چیزایی که شما آرزو کردین و یک طرح و سلام پیریخ دیره که ترسیم کردین، طالب اصلا ارزش قائل نیست. با گپای سیاسیون جمهوری هم و کسایی که اونجا هستن، حالا از بس که به سطو آمدن مسئله حکومت تبعید مطرح میکنن، یعنی به این معنی که طالب اصلا با هیچ یک از مطالباتی که برش پیشنهاد میشه یا برش گفته میشه یا مطرح میشه او گردن نمیمانه. یعنی در یک وضعیت شما چی میکنید؟ مارشال فقید فهیم در سال 2003 گفت طالب چنان رفت که هرگز بر نخواهد گشت، ولی در سال 2015 و 14 مارشال فقید گفت که افغانستان باید با طالب صحبت شد و چاره نداریم بدون اینکه با طالب صحبت شد. این یک موقف ملی و انسانی است. فهیم خان باید که خانه نشین شد به طالب پیوسته بود، حاجت 2015 نیست، اما دم خانه نشینی پیوسته. هر چیزی که بود، فهیم یک مجاهد بود و یک شخصیت ملی بود، بر علیه روسها جنگیده بود و دست خاک خود دفاع کرده بود، یک انسان مدوسش دار. یکی مارشال موضوع دوستم که چی میگه؟ مارشال دوستم هم آدم مهم است در تاریخ افغانستان، ولی آنچه که به منافع ملت افغانستان است باید متوجه شود. اگر اینا یک کانسپت حکومت دیسنترلایز میخواهند که سر از این موقع یک بحث میگیریم، حکومت فدرالی ده. حکومت دیسنترلایز اولین محورش است که شما افغانستان من حیث یک کشور واحد بپذیرید، برن حکومت دیسنترلایز می بکنید، هیچ پذیرن، مشکل نیست. یعنی اینا خود چیزی نگفتن در مورد کشور. اگر ملت افغانستان، اگر ملت افغانستان من المجموع به توافق میرسند که ما یک حکومت دیسنترالایز و یک حکومت
فدرالی داشته باشه مشکل نیست، حکومت هست هیچ خب مشکل اصلا نیست. آل خود کشور در بحران است و یک ساختار متوازن نمیشه. اول باید توازن به صلاح حقاً اعتماد به وجود بیاید. اعتماد متوازن اول به وجود بیاید. این جنگ همه چیز را زدن. ما میریم اعتماد ملی در تفاهم به میان میاره، حکومت در تبعید، حکومت تفاهم را باید ایجاد کرد، تفاهم و تعامل را باید در سیاست خود قرار داد. هر سیاست تقابلی در این شرایط حساس، هر کسی که جغرافی افغانستان یا منافع افغانستان یا استراتژی منطقه را میفهمه، سیاست تقابلی بین خود افغانها افغانستان متلاشی میساز و سیاست تعاملی بین خود افغانستان را آباد میساز. به این صورت ما به صراحت و به بسیار جرأت میتونیم بگیم که اگر اینا میخواین به یک مکانیزم ملی کار بکنن، از تعامل و تفاهم بگیرن و روایت گفتگوی ملی یا گفتمان ملی یا دایالوگ ملی یا نشنال ریکانسلیشن باز بکن، بدون از اینکه ما گفتمان ملی را باز نکنیم، هر جنگ دیگر و هر ویرانی دیگر بر ضد افغانستان و مردم افغانستان خواهد بود و مردم بیشتر از این آواره خواهد شد. ما خب گزینه جنگ را ترجیح نمیدیم. اگر پیش از جنگ مجریان حکومت در تبعید از شما دعوت بکنن که این عضو حکومت در تبعید شما پذیرفته شده، شما او وقت چه میگه؟ نفهمیدیم که عضو چی مثلا کسایی که حکومت در تبعید مطرح کردن، حکومت در تبعید واقعا تشکیل شود در خارج، مجریان اصلی از شما دعوت بکنند که شما هم عضو امی حکومت هستین، بین ما شما را استقبال میکنیم، باز چی میگین؟ ما قطعا در حکومت های اشتراک نمی کنیم که دیگرا ساخته باشه. ما در حکومت اشتراک می کنیم که طالب، مخالفین و تمام افغان ها و خود افغان ها طراح و بانی یک نظام اسلامی در افغانستان باشه. ما از حکومت دفاع می کنیم. ما هیچ وقت با حکومت هایی که ما با طالب می فهمیم، محمود صاحب با طالب ما کار نکردیم. ما کابل رفتم گشتم. ما از بسیار وزیرای طالب در تحصیلات من بالاست. آنچه که ما برای از طالب مطالبه دارم، آل من حیث یک افغان مطالبه دارم، بلیاز خدا، بلیاز قرآن، بلیاز پیغمبر، از انحصار دست برداره، از حکومت تک قومی دست برداره، از حکومت تک فردی دست برداره. حکومت اسلامی بر اساس عدالت استوار است، نه بر اساس قومیت و زبان. اگر طالب یک حکومت ملی اسلامی که تمام افغان در اون وجود داشته باشه، ما حاضر هستیم در اون نظام کار بکنیم. اما حکومت هایی که در بیرون امریکا با ما بسازه، ما در حکومت جمهوری کار نکرد. ما در حکومت جمهوری غنی و کرزی با ما بسیار چانس ها مساعد بود، با بسیار زیاد مساعد بود. ما خود ما با کرزی ملاقات داشتیم، صحبت های صورت گرفت. ما هیچ وقت در حضور اشغال ایالات متحده امریکا، ما هر کس در زیر باورهای خود زندگی میکنه، برای ما قابل قبول نبود که در اشغال یک طرف امریکایی در کشور ما، در قریجات ما، مردم ما رو بکشه، حکومت به ما جور کنه و در حکومت ما کار کنه. برای ما قابل قبول نبود، ممکن به دیگرا قابل قبول باشه، برای ما نبود و در آینده هم نخواهد بود. ما میخواهیم که حکومت را خود افغان ها تشکیل بده و خود افغان ها در آینده این دیگه بیخی از من ناممکنات نیست. ما وقت تاریخ بشریت را مطالعه می کنی و تاریخ هند را مطالعه می کنی، تاریخ مناطق دیگر را مطالعه می کنی، کشورها را می بینی که چطور با جدا شدن و بعد تاریخ اندونزیا و کشورهای دیگر جهان و تاریخ افریقای شمالی را مطالعه می کنی، ناممکنات اونا ممکن ساختن. من فکر می کنم مردم نه، افغانستان حداقل با اتکا به تاریخ افغانستان بگیریم. به اتکا به تاریخ افغانستان، اگر ببینیم تاریخ میتونه ما از تاریخ عبرت بگیریم، اما در بعضی موارد تاریخ نمیتونه برای ما الگو باشه، چون اگر ما به تاریخ گذشته مراجعه کنیم، خرد خود ما زیر سوال میره خب و یعنی که خرد یک تاریخ سازی شود سر دیگر ایتو. اگر نیخو تاریخ بله تاریخ سازی شد. ما باید بپذیریم. برادر یک کس از ما سوال کرد که امیر عبدالرحمن خان تو کشت تو زدی تو بود، ما گفتم امیر عبدالرحمن خان ما از قبر تو بلند بود.
نمیشه. امو همی کار کرد، پشتون هم کشت، بکر رو ما هر کس که زورش رسید کشت. حال ما که هم میرد درمان خان جنایت کرد ما کشتر، نمیشه. ما و شما باید برای خود خانه، برای خود آشانه، برای خود تاریخ بسازیم. یک بار دیگر باز از طالب و بسیار زبان احترام میخوایم که طالب به صدای ملت خود گوش کنه. اگر گوش نداد اگر گوش نداد طالب هم مثل رژیم های کمونیستی و رژیم های مجاهدین و جمهوریت بیسان شده متلاشی و از بین خواهد. با تشکر از شما جناب عاطف مختار، از توضیحات و از نظریات و مطالب که مطرح کردین در ارتباط با تشکیل حکومت و بررسی بحران رهبری و بحران ساختاری در افغانستان. با تشکر از بینندگان عزیز که تا این لحظه ما را دنبال کردن، امیدوار هستیم که سرانجام این گفتگوها و به اصطلاح در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. دیگر یک راه که امید در دلهای ما روشن بکنه پیدا شود. و چرا من معمولا بحثای اکرام اندازم، در پایانش یک دم میریم و بنبست و امیدوار هستم که بعد از این یک گشایش در کار باشه، یعنی راه گشا باشه، بازم حوادث چاه گشا نباشه. تا بعد.